نقلات للمنتخب الإيراني مجيدي حاول الآن مالارون يلعب كرة وأيضا تدخل من مدافعي المنتخب الإيراني وإبعاد الكرة الماضية للخلف. المنتخب الإيراني يعمل تارة على تهدئة اللعب وترى يعمد على الوصول أمامية طويلة العودة لحارس المرمى من منتظرية تتخلص هدوء. در سمت چپ قصد پرتاب داره این بازیکن پیمان شیرزادی بازیکن سابق مسر افسنجان پورغاز آشوری درگیر با حمید بو همدان فرصاد فرازاد صحبت میکنه بازیکن سایپا رو جلوتر فرا میخونه اکباریو یه برخورد و خطا. چند روزه که تیم سایپا نتونسته در لیگ برتر در بازی خانگی پیروز میدان باشه. نوروزی تماشاگران همه با شعار قشنگ هادیه با تعصب یادت بخیر نام او رو و یاد او رو زنده نگه می‌دارند. یه فرصت برای تیم ما هست، فرصت برای جاسون کرا امامیه طویله این بازیکن به مقصد نرسید. از این لحظه ارتباط ما برقرار شده با شبکه 3 سیما بازم بکیا در سمت راست فضای لازم برای حرکت داره تکل بلند دورقی در واقع اجازه کارو نداد که به حرکت خودش بیشتر ادامه بده. یوسف وکیا پورغاز یه سال پشت مدافعین فولاد و سعید فرصت برای گل مساوی است زده شد این بار در سمت راست حسن بی سعید میخواد عبور کنه از مدافع فولاد و حالا پرسپولیس گل دوم رو همونجا به فولاد زده. قلعتبری الکره بالاید مقطوعه اماميه الى اين الى خارج الملعب رميه تماس منقوله وبالراس حالا تبریزی و پهلوان با هم دیگه اون گوشه میدان پهلوان ارسال بلند برای بنگستون یه فرصت برای تیم ما باز هم موقعیت ببینیم بالاخره دروازه باز میشه یا نه نه دیگه این بار هم باز هر دور از سمت چپ خط دفاعی فولاد ارسال انجام میشه از سوی فرشاد سالاروان ضربه سر آی پوشان استقلال یک بار دیگه فرصت برای تیم سایپا ببینیم از این کرنر چگونه استفاده خواهند کرد ارسال به روی دروازه ضربه سر و توپی که از این سمت بیرون میره کروشی ارسال کرد بختیار رحمانی و یه دونه این ضربه که منجر به کرنر شد ببینید چیکار میکنه یه ضربه سر و توپی که از اون سمت رفت و الان کرنر برای سیروس قایقران باشه در تیم ملی فوتبال کشور. یه حرکت دیگه با سمچه ها رو به جلو خیز برمیدارد امید ابراهیمی او هم در وسط زمین اعتراضی که دیدید کارلوس کیراش داشت ترابی ابراهیمی در شماره 9 از ترکمنستان سلیمان موهاروف سهلا في وسط الملعب مقطوعة للمنتخب الإيراني الآن يتقدم مرور من
من جديد لمنتخب غوام، محاولة المرور دالاس، خلص كرة فيها خطورة لكنها تتخلص الآن إلى خارج الملعب. بال توپ از اون جناب، ببینید چیکار میکنه، بکس و یه تیکه توپ رو ارسال میکنه، تبریزی با سر پشت محبت رجب زاده و توپ رو دور میکنه پورغاز. لوان مثلث خوب رو تشکیل دادن، خوب با هم دیگه کار میکنن، یک در مقابل یک رو عالی عبور میکنه، پاسش میده اما پاسش نرسید به تبریز. حالا در ضد حمله خلعت فری میخواد بفرسته اون سر، اسماعیلی فر به چون میزنه، اسماعیلی فر از این فرصت هم نمیتونن استفاده کنن. یاران زوباهن دفعه تو فولاد یه چرخش در میانه میدان، صاحب تو ببینید چگونه از این زد دبل استفاده میکنن، سه در مقابل سه مکس و تعللی که انجام میده و یاران سایپا توپ رو از آن خودشون میکنن. اسماعیل شریفات میتونه زودتر از اینها تصمیم بگیره. سیامک کوروشی تو برقب، پورغاز بازم کوروشی، حالا فشار فولادی ها رو با یه حرکت تکنیکی خود انجام میشه برای نفت، ارسال یه پرواز و تو توی دروازه قرار میگیره. چه بازیکنی هم تو این لحظه گل میزنه، عزت الله پورغاز گل چهارم رو میزنه و یک بازی پرگل و زیبا و تماشایی. حالا یوبه کلانتری و باز هم ارسال، یه ضربه سر و گل و گل. حالا سایپا در دقایق پایانی و در دقیقه 89 گل خورده رو توسط عزت الله پورغاز جبران میکنه. دقیقه 89 عزت الله پورغاز بازی رو به تساوی میکشنه و اگه استقلال نتونه در ادامه گل خورده رو جبران بکنه، باید دومین تساوی پیاپی یک رک رو با سید حسین حسینی این چهره برای اونها به ثبت برسونیم. با هم ببینیم این ضربه ایست که عزت الله پورغاز بارها در بین مدافعین صاحب توپ شده بود، ضربه سر داد اما این بار دیگه کاملا بدون مزاحم توپ در قعر دروازه استقلال جای میده. عزت الله پورغاز چهره زننده